شماری از شهروندان افغانستان به مناسبت اولین سالگرد حمله مرگبار گروه سنی‌های تندروی داعش به مرکز آموزشی کاج در غرب کابل یاد قربانیان را گرامی داشتند. شهروندان افغانستان با توجه به فشارهایی که اکنون نیز علیه شیعیان هزاره در ارزگان خاص جریان دارد، خواهان به رسمیت شناختن نسل‌کشی هزاره ها و توقف آن در افغانستان شدند. همکارم فاطمه موسوی گزارش می دهد. دیروز شنبه 8 مهر مصادف با اولین سالگرد حمله تروریستی مرگبار بر آموزشگاه کاج در منطقه شیعه نشین دشت برچی در افغانستان بود. در این حمله که حوالی صبح 8 مهر ماه سال 1401 خورشیدی انجام شد، حدود 60 دانش آموز شهید و بیش از 120 دانش آموز دیگر زخمی شدند. اکثر قربانیان و زخمی های این حمله دانش آموزان دختر بین سنین 16 تا 20 سال بودند. هرچند مسئولیت این حمله مرگبار را سنی های تندرو داعش به عهده گرفتند، اما بسیاری از مردم بر این باور هستند که این حمله بدون هماهنگی و همکاری سایر گروه های تروریستی و عناصری از درون طالبان ممکن نبود. حمله به مرکز آموزشی کاج و شهادت ده ها دانش آموز دختر در این حمله با واکنش ها و اعتراضات گسترده در سرتاسر جهان مواجه شد. شهروندان افغانستان پس از این حمله کارزاری را در شبکه‌های اجتماعی با هشتگ نسل‌کشی هزاره‌ها را متوقف کنید راه اندازی کردند که از مرز 10 میلیون توییت در توییتر سابق گذشت. علاوه بر این، شهروندان افغانستان در حدود 100 شهر جهان راهپیمایی کردند و از سازمان ملل متحد و کشورهای جهان خواستار به رسمیت شناسایی نسل‌کشی هزاره‌ها و پایان دادن به آن شدند. اکنون در اولین سالگرد قربانیان حمله مرگبار به آموزشگاه کاج، خانواده های قربانیان همان گونه که یاد عزیزانشان را گرامی داشتند، بر آموزش دختران در افغانستان نیز تأکید کردند. مراسم های یادبودی نیز در کشورهای مختلف از جمله آلمان، ایتالیا، استرالیا از سوی شهروندان افغانستان برگزار گردیده است. یوناما نمایندگی سیاسی سازمان ملل در افغانستان به مناسبت اولین سالگرد حمله انتحاری به آموزشگاه کاج گفته که این سازمان در کنار قربانیان و کسانی که در این رویداد و دیگر حوادث خشونت‌آمیز در افغانستان آسیب دیدند ایستاده است. یوناما با وحشتناک خواندن این رویداد گفته بیشتر قربانیان و زخمی‌های این حمله دختران هزاره بودند. با توجه به حملاتی که این روزها علیه شیعیان هزاره در منطقه جوینو در اردگان و سایر استان‌های هزاره نشین جریان دارد، دادخواهی ها معطوف به توقف نسل‌کشی هزاره ها بود. شهروندان افغانستان با اشاره به حملاتی که در منطقه جوینو اتفاق می افتد می گویند که نسل‌کشی هزاره ها همچنان ادامه دارد و سازمان ملل و جامعه جهانی باید آن را به رسمیت بشناسد و سازوکارهای قانونی و بین المللی را برای متوقف کردن آن روی دست بگیرند. فاطمه سادات موسوی، اخبار شیعه. دکتر موسی اکبری، کارشناس مسائل سیاسی از آنکونای ایتالیا با ما همراه هستند. سلام، وقتتون بخیر. با سلام و درود، وقت شما بخیر، در خدمت هستیم. آقای دکتر، با گذشت یک سال از حمله خونین کاج، ابعاد و پیامدهای این جنایت بشری رو چگونه ارزیابی میکنید؟ ضمن گرامی داشت یاد و خاطره و خاطرات شهدای خونین فاجعه کاج، یک سال از آن میگذرد، پیامد و ابعاد مختلف این فاجعه را از زاویه های مختلف میتوان به آن نگاه کرد. مهمترین پیامدی که پس از این حادثه در میان مردم به ویژه در بین هزاره های شیعه ایجاد شد، بحث نگرانی از امنیت و آینده مبهمشان بود. چون یک سال گذشته وقتی این فاجعه اتفاق افتاد، درست در زمان است که طالبان بر همه اوضاع مسلط است و گویا دعایه این را هم دارند که امنیت را برقرار کرده است. اما در ضمن برقرار امنیت طالبان، با سلطه طالبان، در زمان حکومت طالبان این فاجعه اتفاق افتاد و با اتفاق افتادن این فاجعه نوع نگرانی امنیتی در میان هزاره های شیعه به وجود آمد و پیامد خطرناکی که از اون به بعد ایجاد شد مهاجرت و ترک وطن بود که بسیاری از هموطنان هزاره و شیعه ما
و وطن را ترک کردند و این نگرانی امنیتی و مهاجرت می تواند از پیامدهای مهم یا از ابعاد مهم این فاجعه باشد. البته این نکته را یادآور شوم که این گونه اقداماتی که اقدامات تروریستی که علیه هزاره ها انجام می شود این تنها مربوط به این دوره نیست، یک سابقه طولانی اقدام ضد بشری دارد که قوم حاکم همواره آن را دنبال کرده است. جناب اکبری، واکنش های جهانی و همنمایی نهادهای حقوق بشری و سازمان ملل با شیعیان هزاره و به ویژه خانواده های قربانیان چگونه بوده است؟ ما اینجا باید تفکیک کنیم. ببینید در سطح جهانی دولت ها با سیاست دوگانه برخورد کردن و اما نهادهای حقوق بشری عموما این اقدام ضد بشری را از این نوع اقدام، حالا مثلا اقدامی که در کاچ صورت گرفته، اقدام تروریستی، از این نوع اقدامات را اقدامات ضد بشری دانسته و آن را شدیداً محکوم کرده است. دولت ها به لحاظ سیاست های دوگانه ای که دارند در سطح منطقه و جهان در عمل با طالبان همراهند و شعار تعامل با این گروه را سر می دهند، ولی در تئوری ممکن است همان گونه که نهادهای حقوق بشری و نهادهای جهانی این قضیه را محکوم کردند محکوم نمایند. چون ما مثلا در هفته پیش در سازمان ملل وقتی جلسه در مورد افغانستان برگزار می شود نماینده پاکستان را می بینیم که صریحاً از طالبان به عنوان گروه حاکم در افغانستان حمایت می کند و خواستار این می شود که جامعه جهانی و کشورها طالبان را به رسمیت بشناسند، در حالی که طالبان گروهی است که اکنون خیلی از سرانش در لیست سیای تروریستی قرار دارد. همین اکنون که بر اوضاع افغانستان مسلط هستند خیلی از افراد سرشناس طالبان جز گروه های تروریستی در لیست سیاه قرار دارند. در عین حال نگرانی این که گروه های تروریستی مثل داعش و صدها گروه های تروریستی دیگر در سایه حاکمیت طالبان در افغانستان رشد بکنند و جایگاه و پایگاه باز بکنند وجود دارد. با این هم خیلی از دولت ها سیاست دوگانه دارند و با برخورد دوگانه در خصوص این قضایا از جمله فاجعه کاج و ده ها فاجعه دیگر و از جمله کوچ های اجباری که اکنون داره اتفاق میفته و هر از گاهی شما در گوشه افغانستان که مردم هزاره و شیعه سکونت دارن اتفاق میفته، از جمله در جوینه و روزگان فاجعه کوج اجباری را شما میبینید، شاهد هستین، با سیاست دوگانه برخورد میکنن. از یک طرف خواهان تعامل با طالبان و از طرف دیگر گویا در تئوری این نوع اقدامات را محکوم میکنن و هیچگاه خواهان این نشدن که طالبان به عنوان یک نیروی مسلط مسئولیت پذیر باشند و از این اقدامات جلوگیری بکنند. همچین چیز اتفاق نیفتاده و دولت ها با سیاست دوگانه رفتار کردند. بله، برای بینندگان ما بفرمایید که برای توقف نسل‌کشی هزارها در افغانستان چه اقداماتی در سطح منطقه و جهان لازمه؟ ما اینجا به یکی دو نکته اشاره میکنم. ببینید بحث نسل‌کشی که در افغانستان در مورد یک قوم خاص و گروه خاص اتفاق افتاده است و به نام مردم هزاره یا قوم هزاره، هم گزینه قومی در آن وجود دارد و هم گزینه مذهبی. طبق تعریف مشهور معروف بین المللی نسل کشی، یعنی هر اقدامی که به قصد نابودی کلی یا جزئی یک گروه ملی قومی نژادی و مذهبی انجام شود به این نسل کشی گفته می شود. این فاجعه از زمان عبدالرحمن حاکم پشتون تبار افغانستان کلید خورده است و هر حکومتی که پس از آن با وجود آمده است به نوع این سیاست را ادامه داده است و اکنون طالبان که سلطه کامل بر افغانستان دارند همین سیاست را ادامه می دهند و نمونه بارز آن بحث کوچهای اجباری در مناطق مختلف اروزگان، جوینه اروزگان، مناطق مختلف دایکندی و سمت شمال جریان دارد. ما برای اینکه بتوانیم جلوی این نسل کشی را که مصداق بارز آن اکنون در افغانستان در خصوص قوم هزاره داره اتفاق میفته بگیریم، تلاش کنیم که
تمام جنایت های اتفاق افتاده را مستندسازی نموده و با هماهنگی نهادهای حقوق بشری در سطح منطقه و جهان دولت ها را متقاعد نماییم تا بپذیرند که نسل کشی در افغانستان اتفاق افتاده و اکنون هم که طالبان مسلط هست داره اتفاق میفته. ممنونم از شما دکتر موسی اکبری از ایتالیا با ما همراه بودند.